به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت تمام هموطنان عزیز. امید که هر جای دنیا هستین خوب و جور و صحتمند باشین. هموطنان، برنامه همگام با مسوره آغاز شده. امروز هم مسوره در کنار شما هست با یک مهمان خیلی عزیز که شما صدایش را دوست دارین، شخصیتش را دوست دارین، کرکترش را دوست دارین و من هم خیلی دوستش دارم. و گپ خوشی هست که ما خبر شیم سالگرش هست و ما خواستیم سالگرش هم تحلیل کنیم و در کنار ما باشه و باش صحبت های زیادی داشته باشیم. آمد سال نو هست و میفهمم که شما آمادگی برای سال نو میگیرین، پاککاری، لباس جور کردن، ولی ما هنوز هم درگیر از این هستیم که یک برنامه قشنگ را تقدیم شما هموطنان عزیز کنیم. ما اومدیم در رستوران ترکیش فامیلی که ایجام سر و صداهایی که هست شما با بزرگواریتون ببخشید، چون رستوران هست و ایشونم نفرشته، ایشونم نفرشته، اونا صحبت های خود را دارن و ما هم برنامه خود را داریم. پس یادتان نره تا آخر باشین و سالگرد مینا جان هستم، مینا جان وفا در کنار ما هستن. سلام مینا جان. علیکم سلام. خوب هستی؟ تشکر، زنده باشین. من هم سلام خود از طریق کمره شما بر تمام هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم و سال نو پیش از پیش برشان تبریک میگویم. بله، سال نو تبریک میگویم. بسیار زیاد زیاد تشکر. خوشت آمد؟ بسیار زیاد خوش آمد. من که نه آمدم داخل که شدم دیدم یک دم شوق باید سرپرایز شوم. مینا جان مرا سرپرایز کردم با واقعیت. مینا جان دوست و رفیق خیلی سابقه ما هسته و سابق من مینا جان را میشناسم. در کنار از اینکه ما برنامه‌های خیلی زیاده بعد در کنار هم داشتیم، با آن هم دوست خوب ما هستم و من خاطر بعضی چیزایی را که من میدانم ولی شما نمیدانید ولی بازم از من پرسان میکنم. مینا جان از کدام ولایت است؟ از ولایت بادغیس. ما تول میمون از ولایت بادغیس نداشتیم. اینا رو باید در ما بگویید که در ولایت بادغیس چی گپا، چی سخنایی هست، یعنی منظورم رسم و رسومات ولایت بادغیس به ما بگو. متاسفانه زندگی نکردیم. نکردیمش ندیدیم تول، چون که پیدایش ما در پاکستان شده بود. هیچ ندیدیم ولایت خدا. یعنی هیچ نرفتی ندیدیم؟ نه خیر نه. خب خیر است. ولی شاید بعضی وقتا یاد کرده باشن از ولایت بادغیس که مثلا مردمش این رقم عادت ها دارن یا یک کلمه را زیادتر تکرار کنن. دیگه قیادم نیستم، پرسان نکردیم، لیکن ها گفتن که مردمش خوب است و خوب جای مقبول است. از خودت پیداست که مردمای خوبی داره ولایت بادغیس ما. مینا جان زیادتر جایی که سفر کردی کدام ولایات بوده؟ ولایت؟ چون گفتی بادغیس نرفتیم، اجازه خاطر مزار شریف. تنها مزار جان رفتی؟ بله. یکی از خاطرات مزار بر ما قصه کو که رفته باشی برای ویدیو کلیپت بوده یا که مثلا تو چکری رفته بودی؟ مزار شریف رفته بودم به خاطر کنسرت. دیگه رفتم زیارت کردن رفته بودم، بر من بسیار جالب زیارت کردن رفته بودم. دیگه بینی خود آواز مانده بودم، نقاب نکرده بودم. من اینجا گرفتم، من در صورت دوا کردن بودم. دو کردم بودیم، یک دختر از پشتر مرا بغل کرد، تو ترسیدم. اوه، علاقه من دادیم. بله، من شما را بسیار زیاد دوست دارم، بسیار ناز داد، بسیار تشویق کرد مرا، محبت داد. بازم رایش ها نکس گرفتم. یک شباعتی که من و مینا جان داریم این است که هر دیمو خال داریم در پشت لب ما. اما تو رزده مینه این فکر کنم زیاد زیاد هم میشه. مثلا من که هر دوستم میبینم میگه نیمی خال تا را مقبول کرده بود. من را زور میده، یعنی خودم مقبول نیستم. نمیگم مقبول هستی ولی خال مقبول تر ساخته. خودت هم کدام وقت با این گپا مواجه شدی؟ آه، به این گپا زیاد مواجه شده. من کلگی میگن یکان تو چی میگم؟ میگه تو خال پس که چی رقم معلوم میشی؟ نمیدی پس نمیشه. من گفتم پس نمی. خیلی تو میکب بزنید پتش کو که چرا قم معلوم میشی. مرا یکی از دوستایم یک روز یک چند شب پیش بود بر من میگه که چی هست خالت از کجا آوردی؟ من گفتم از اون دنیا. از کجا آوردیم دیگه؟ مینا جان حالا بر ما قسم میکنه از روز روزگار آمادگی سال نو گرفتی یا نه؟ بله آمادگی زیاد گرفتم، میخوایم امسال برام مزار شریف. او مای گاد، من هم امرت میبری؟ چرا نه، تو که بری دیگه قصات انتر میشه. من خیلی مزار جان دوست دارم و من یک بار زیاد نرفتیم. همکارا میگه ما رو میبری؟ ها چرا نه؟ مینا دلش کلان است، کل گیرم میبرم. مینا جان زورت نداد که من در سالگرد خواستم نتیجه؟ نه، من بسیار زیاد خوشحال شدم. نگفتی سالگرد من خراب کردی؟ نه، اولین دوستم بودی که برای من قدر دکروشن و مرا سپرایز کردی، بسیار زیاد خوش شدم. من میخواستم خوش شوی. ما پیشه کیک هم خوردیم، مقصد کیک نناگفته نمونه، ما پیش شروع برنامه کیک خوردیم. قلبا خوشت آمد؟ بسیار قلبای مقبول است، اما گل زرد چرا؟
والا رنگ سال که مثلا 1400 کسته، رنگ سالش زرد و فولادی است. رنگ فولادی پیدا نکردم ولی رنگ زرد تونستم پیدا کنم. یک زرد و محمد خیر است. نه ما هیچ وقت نمیمانیم، این دلیل جدایی نیست در رنگ های ما هیچ وقت تلقین نمی کنم خدا به خود بر رنگ ها، به خاطر از اینکه هر رنگ زیبایی خود را داره. و به این گپ من نمیفهمم که شاید این گپ راست باشه یا دروغ باشه. این ما هم نمیفهمیدم، ما هم شنیدیم. من لباس زرد بسیار زیاد دوست دارم، رنگ زرد بپوشم. بس که میپوشم برای چی میگی؟ از کی جدا شدی؟ انشالله که ما در برنامه بعدیم که برای خود سال نو مثلا چی داریم زرد پوشیدیم. به خاطر من یاد رنگ زرد دوست دارم، رنگ زرد ساخت. من رنگ ها را دوست دارم، تمام رنگ ها را. وقتی برای من یک رنگ انتخاب کنم، سال به مشکل من یک رنگ انتخاب میکنم. چون کلش دوست دارم. خود کدام رنگ خوش داری؟ من خودم رنگ زرد خوش دارم و امره رنگ سیاه. رنگ سیاه، من هم رنگ سیاه را خیلی دوست دارم. گلابی. من تا رنگ سرخ خوش ندارم. در لباس بسیار رنگ سرخ کم داره. خیر است بازی یک دانه جور میکن جوره ای سرخ جور میکنه. مینا دو رنگ میاد تا کدی سبز هم در بین شستم. بله. کلا تا حالا چند رنگ رنگ کدی میاد تا؟ هی تو برات بگم اقا رنگ کدیم اقا رنگ کدیم ممی مواز که برای من مانده. من میخواستم بگویم دخترها زیاد میخواد رنگ میکنن. یک دفعه 16 رنگ کرده بوده میشن. او مای گاد، زرد بود، سبز بود، بانجانی بود، همین رنگی که بود کلش مکس کردم. سیاه بود، طلایی بود، دیگه کل رنگاش هم سرخ. و دیگه کدام رنگ ها کردی بجز یکی که افرنگ نی دوازه رنگ کرده بودی؟ دیگه آیلیت زیاد کردی؟ آیلیت زیاد کردی. رنگ های میتونی که انتخاب میکنه؟ خودت یا مثلا کس در خانه نظر میده؟ مادر جانه. مادر جانه؟ بله. چقدر میخه که بینی مقبولم پوشیده؟ تشکر. من خیلی میخه که بینی را خوش دارم و خودم هم استفاده میکنم همیشه. بعضی کسا بر من میگه هی تو میخه که بینی را خوش داری، من خوش دارم. باید من میخه که بینی خوب مختلف هم از میخوایم نی از پاکستان برای میارن. خب باز برای شما همچنان توفه برای شما میارن. سعیسته برای من دو چیز وعده توفه شده، یک کرم گفت برم میاره، یکی هم میخه که بینی. دو چیز شد دیگه. من در برنامه یاد کردم، باش که یادت نره. هر وقت برنامه را سعی کردی یادت بیایه. نه میار وقت که دیدم بخیر برات میارم، تسلیمت میکنم. درست است. و در کدام رنگ زیاد کالا داری؟ بخیر من در گلابی زیاد دارم. گلابی زیاد داری. امروز کل گپا سر رنگ پیچید به خدا. هر سوالی که میگیم سر رنگ میاد. نه متوجه هستی؟ پس زندگی من یک رنگ است. واقعا همین قسمت است. هنر پیشگی رو دوست داشتی کدام وقت بخوای مثلا اگر هنرمند نبودی یک هنر پیشه باشی؟ بسیار من از خورترکی بسیار علاقه داشتم که من دختر فیلم شوم. البته در هندوستان. اینجا نه. اینجا نه. چون که هندی ها زود روش میتن و متاسفانه افغانستان ما شما که هستم روش نمیتن سینما گرارم. یعنی سینما کم از چیزی که ما میخواییم عقب مانده. بله. تشویق کنیم. تشویق کنیم بخاطر از اینکه ما هنرپیشه های خیلی عالی داریم. من هنرپیشه های ما را خیلی دوست دارم چون خیلی عالی هستن. با وجود کمبودی هایی که در جامعه ما هست، امکانات کمی که در جامعه هست، در خود سینمای ما هست، فیلم های خیلی عالی می سازن. بله. من دوستشان دارم شخصا خیلی واقعا. ولی گپ دهی است که کدام هنر پیشه را دوست داری؟ از هند یا؟ از هند، از افغانستان نظر بوش. اول از هند بگو خیر است. سلمان خان. آه بچه فیلم شم سلمان خان است. آه من گفتم یک فیلم امره سلمان خان بگه یک فیلم امره شاهرخ خان بسیم است. از زمینده پل مشهور میشه دیگه باز میاد و پل نداری. و از فیلم های افغانی؟ از فیلم های افغانی سلیم شاهین. بله. کار میکنن، نقش بازی میکنن. واقعا من هم دوستش دارم. واقعا من بعض وقتا میبینم زیر کومنت ها وقتی که سلیم جان شاهین بعض گپ ها میزنن، لطفاً او به لب شما خنده میاره، او باعث لبخند شما میشه. شما چرا همیشه وقتی کسی باعث لبخندتان میشه دشنام میتین؟
بیاین حمایتش کنین، فیلم هایی که بازی میکنه، حرف هایی که میزنم درد جامعه را بیان میکنه و کوشش میکنه که با درد هایی که در جامعه است بازم به لبای شما لبخند بیاره. حمایتش کنین، من شخصا خیلی دوستش دارم، تمام سینماگرای ما را دوست دارم، ولی سلیم جان شایی کسی بود که من هر بار که سر صدا کردیم بر من نه نگفته و همیشه در هر برنامه ما آمده و خیلی احترام داره به من. مردم ما شما کی هستن؟ اگان تاش که بیکار میمونن باز در زیر کامنت ها دو میزنن، گپای خراب میزنن، وقتی که نمیخوای تشویق کنی سعی نکو نکو کار راحت مشکل نیست. یا مثلا یکان نفر میبینم میاد در زیر کامنت ها دو میزنن، مثلا چی در فضای مجازی در اینستاگرام در فیسبوک، باز من میگم هلو خیلی چرا برای چی کردی فالو کردی؟ خیلی فالو نکو بلاکم کو، خیلی کار راحت تر است. آه راحت تر است. مینه در کدام صفحات مجازی هستم؟ من در تیک تاک هستم. در تیک تاک خوال بیلن کن لگی هستم. در اینستاگرام بسیار کم میم، در فیسبوکم بسیار کم. خب مینه جان بر من بگو که وقتی که یک علاقه مند میبینه چی بیشتر برات میگه و مثلا کلمات را که استفاده میکنن، یا وقتی می عکس بگیرن گویا عصبانی بودی بگی نه نمیگیرم پوگری میگذارن یا نه؟ نه هیچ وقت نکردم. مرکز که مرا گفتن که عکس بگیرم برای من، من گفتم چشم گفتی؟ بله. زیادتر که مرا خانوما که میبینه مرا میگه در تلویزیون زیاد چاق معلوم میشی، لیکن اما که روبرو که میبینم لاغر معلوم میشی. برای من یه زیاد شنیدیم مرا، ولی پیشتر تو گفتی چاق نشدی. مرا در تصویر که میبینم میگم آقا چاق هستی؟ در تصویر که میبینم تا نه بسیار چاق معلوم میشم، بسیار مقبول چاق میدگه کس. خبر نداره ریزگه کس اگان تو را بسیار کلان نشان میتنی؟ آه تصویر کلان آدم بزرگ نشان میتم. یک زمزمه میگیریم از مینه، با سر سوالات میریم. آهنگ جدیدش هستن که شما هموطنان منتظرش باشین دیگه، پیش از او برنامه ما تقدیمش میکنن. خب از انتره شروع میکنم. شروع میکنیم از انتره. هزاران دل بری دل داده دارو، چرا من پیش تو ارزش ندارم؟ چرا من پیش تو ارزش ندارم؟ کسی را من به یک لطف و صفایم، نمیتم ارزش از قولی که دادم. کسی را من به یک لطف و صفایم، نمیتم ارزش از قولی که دادم. دل کنده و دل داده به عشق تو بمیرم. بس بسیار مقبول و بسیار عالی. مینه جان کسی است که تو به سوز دل خواندی؟ اصلا والا نیستم. به من خاطر به سوز دل خواند. واقعا چرا ما مردم همگی ما را دوست دارن ولی پشت کسی میدویم که اصلا به ما ارزش نمیده؟ خیلی راز گفتی به خدای نه. خیلی کسا هستن که آرزویشان صحبت کردن با مثلا اون شخصی است که ما مثلا فکرش هم میکنیم. من خودت مثال نمیتونم مال کلی بویم چه مسئله پوگری میکنیم بسیار چی میکنی. اینی شد خیلی کسا آرزوشان باشه تنها گپ بزنن امرای ما، ولی ما فقط پشت کسی میریم که ولی دقصه ما نیست. چرا؟ پلیز نکنه نمیکنم این گناه را نکنه، لطفا خیر از دلتان بسوزه. آفرین. چون گپ میخواد در این معنا را میداد. نه نمیشه رک خواندی نمی قصه مودک. مینا اگر بخوای ازدواج کنه همسر آیندهش میخوای چی رقم یک شخص باشه؟ همسر آینده هم از نگاه خصوصیات چیش بگو که مثلا ظاهری هم باطنی شه بگو. میخوایم بسیار آرام باشه. آرام باشه؟ من میگم شوخ باشه بزن دانه نفر رو میده کنم. آرام باشه، کیوت باشه دیگه، قد بلند باشه. او مای گاد، قد بلند از کجا کنم اما تو؟ خود تو گفتی دیگه، من دم رویا خود دم خواب خود میبینم دیگه؟ دیگه چشمش چی رنگ باشه؟ چشمش خرمایی باشه. خوب باشه الگی سبز سبز باشه. چی در نظر داری؟ گمش که سبز سبز نیست، خرمایی باشه خوب است. دیگه خندروی باشم و از کل اگه مهم مرا زیاد 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 دوست داشته باشم. مگر میشه امکان داره که تو را دوست نداشته باشه کسی؟
باز نمیگیرم. نه تو را دوست دارن، همگی تو را دوست دارن. اینو قبول کن. ها. آفرین. اینو من که گفتم قبول کن. و مینا و ما میگه که از هنرمندا کی را زیاد دوست دارم؟ از طبقه اوناس. طبقه اوناس. کلش را دوست دارم. زیادتر کی را دوست داری؟ طبقه اوناس تو زوکو فرق نمیکنه. نظر دوش میتونی بر ما نظر بدی. انگامرم دوست دارم، نقمرم دوست دارم. اینا از مردا؟ از مردا. آهنگای جای شریف خوشم میاد. واو، من هم خیلی دوست دارم جای جان شریفم. بله، کل خاندانش مست است. کل آهنگاش کلگی دوست دارن. به عنوان آخرین پرسش من میخوایم سوال داشته باشم بختار از اینکه برنامه ما قسم است مینا جان که ما همیشه در برنامه باید غذا میخوریم. ما ولی باید میامدیم خانه شما ولی چون سالگرد بود من نخواستم زحمت بهتون برات به خاطر تو رستوران تا آوردم و گفتم که خیر هست نانم من میتونم امروز به مینا جان. مینا جان چقدر کشورها را سفر کردی؟ خودم و غذای کدام کشور دوست داری؟ دوباره زیاد سفر کردیم، هندوستان سفر کردیم، ایران سفر کردیم، دیگه پاکستان خو میرم. خوب منطقه ماست. خودتانه نان کدام کشور دوست داری گفتی؟ خب زیاد جای کشور رفتیم، اما هند زیاد خوشم میاد. نانش؟ بله. چون تند است؟ تند است و یگان تا میگن نی دال خوردو. من دالش زیاد خوشم میاد. بسیار عالی. خب مینا جان این پارت ما تمام شد، این بخش ما تمام شد، بخش سوالات ما تمام شد، میریم بخش بعدی. منتظر غذاخوری ما هم باشین دلتا نموم نشه مقصد. ما هم آماده شد و خیلی لذیذ و مزه‌دار معلوم میشم. ما میخوریم، تست میکنیم، برای شما هم میگیم. مینا جان کدام تا دوست داریم؟ کلشه. والا ما کلشه دوست دارم ولی سلاتش خیلی دوست دارم، چرا که من زیادتر خودش دارم ترکاری باب بخورم. ولی رژیم گرفتی باز. لاغر شدیم ولی بازم نمیخوایم چاق شم و مخاطر زیاد غذام از کم میخورم. من دیگه نمیخوام تو چاق شم، میترسم پس خود لاغر کردن نتونستم از میال پیشگیری میکنه که باش چاق نشم. کدام غذا را زیاد خوش داری بدون از دیگه پا دال دالم که گفت دال پاکستانی غذای وطنی خودمان کنم؟ قابلی را خوش دارم. خب بس منتو کدام شا خوب پخته کده میتونی؟ بریانی. من بریانی را خیلی دوست دارم. خوب پخته میکنی؟ مزه‌دار پخته میکنم. خانه تان میاییم. چرا نه ازاد خانه تان میاییم باز بریانی دست پخت مینا جانم. بله چکنیش هم خودم درست میکنم. خوب کار خانه چی را یاد داری مینه؟ کار خانه آشپزی را یاد دارم، دیگه هیچ سری یاد ندارم. اگه تو را بگن جارو کو یا کو نمیتونی؟ ایتخا میتونم لیکن جاری خوشم نمیاد. خب تو وقت غذا هم بگی اما تو صحبت ما رو میکنیم دیگه. جارو یاد نداری یا خوش نداری؟ خوش ندارم. ای کالاشوی بده میه. آها. ایج نمیکنم. ایج نمیکنی کالاشوی؟ نمیکنم. دو تو کاری چطور هستی؟ او تو میکنم باز یکان چیز می سوزانم. یام کباب قبرغه است که پیشتر دیدین که چی رقم سرخ کردن، بسیار بر من جالب بود، خوشم آمد. دیگه ببینیم که یایش چی مزه میتا خوشمزه است نیستن. تمامش هم من چک میکنم براتان دانه دانش هم میگم که چی مزه میتن. خوراکم خوب است خوب، ولی چاق نمیشه. خب بیشتر دروغ گفتم، من رژیم میگیرم. تو از همون لاغرهایی هستی که هر چیکی بخوری چاق نمیشه. چاق نمیشه دیگه. خب دیگه بگو قصه کن مینا جان. دیگه چی قصه کنم؟ ننال خوردن قصه دیگه نمیشه، خلاص شد دیگه. همه ترسته؟ نه قصه میکنم کم کم. خب همتنا پیزای قیمه و کباب قبرغه را گرفتیم. ما انتخاب اردوی ما بود، یعنی ما به خواست اردوی ما گرفتیم. ببینیم که مزهش چطور است. سالات بسیار مزه‌دار داره. ما سالات چک کردیم بیشتر پیش از اینکه شروع شود نو کاوردن. من یک ذره تست کردم، خوشمزه بود. پیشنهاد میکنم
یک بار از تمام ازی استفاده کنیم. ما در رستوران ترکیش فامیلی هستیم. سر صداها یکان دود مودی سینیسون میره یارم و بزرگواری خودتان ببخشین. رستوران هسته و هر کس میایه و کار خود انجام میتم، غذای خودم میخورم و میرم. لذت ببرین، ما هم غذای خودم میخوریم، خیلی مزه دار است. مال خوشم آمد. اما قسم که گفتم من ترکایی رو زیادتر خوش دارم میده. فکر میکنم که مینه از سرش فکر میکنم باید تو زیاد ترکاری میخوری. بخاطر در رژیم خود نیستی؟ نه ما رژیم نمیگیرم به اندازه که من چه قسم سعیس برابر است. و میخوایم به من آخرین پرسش که بعدا ما غذا خوردن ما رو شما میکنیم پرسان کنم مینه جان چند آهنگ روی دست داری و چند آهنگ دیگر پلان ساخت شده داری؟ خب بعد از سال نو یا بعد از اید باز بخیر یک آهنگ جدید هم یک کلیپ جدید کار میکنم. بسیار بسیار تشکر مینه جان از این که حضور پیدا که در برنامه خدا کنه برنامه به دلت بوده باشه. بسیار زیاد خلاص کردین مرا سپرایز کردین. بسیار زیاد تشکر. بسیار تشکر از خود. تشکر از شما هموطنان که تا حال با ما بودیم. خدا کنه از برنامه امروزی هم لذت باشین. تشکر از همکاران پشت صحنه که همیشه زحمت های خیلی فراوان میکشن تا بتونیم یک برنامه قشنگ را تقدیم شما کنیم. ما اینجا میایم صحبت میکنیم ولی کسانی که پشت پرده هستن همین گونه استاد هستن و کوشش میکنن برنامه را جالب و زیبا برای شما ریکارد کنن و ثبت کنن. همچنان در ادیت و همه چیز موضوعاتی را که پیش میایم. خب تشکر میکنم از تمام همکارای عزیزم که همیشه با ما بودن و مرا تنها نگذاشتن. غذا هم خیلی مزه‌دار بود و باز هم تشکر از ترکش فامیلی که بر ما فرصت مهیا کرد تا ما بتونیم یک برنامه قشنگ را تقدیم شما هموطنان کنیم. تا برنامه بعد بدرود.